بسم الله الرحمن الرحیم سال گذشته زمانی که آقای گلبودین حکمتیار هنوز صلاحیت و اجازه دهان و زبان خود را داشت در یکی از نمازهای جمعه بر ضد طالبان زار زار گلگزاری می کرد و می گفت که از زمانی که طالبان آمدن اینها به هیچ قراردادی پایبند نیستند و مصارف و مخارجی را که حکومت قبلی متقبل شده بود اینها او مصارف را به من نمی و حتی برق خانه ما را هم قطع کردند برق مسجد ما را هم قطع کردن، برق تلویزیون ما را هم قطع کردن و دانشگاه منصوب به حزب اسلامی را هم مسدود کردن. از آشت ما به این سو برق مسجد دفتر و تلویزیون بریا و بقیه تاسیسات را که مصارفش در گذشته از سوی دولت قبلی داده میشد هم قطع کرد اعتراض نکردیم ما بالای ای سخنای آقای گلبودین حکمتیار تبصرهای داشتم و در یکی از برنامه ها گفتم که وای به چونین رهبر عجیب و غریب که مدت 14 سال به خاطر به دست آوردن قدرت می جنگه و زمانی که امی حکومت با تمام طول و برش با تمام شأن و شوکت در اختیارش قرار می گیره به منحیث نفر اول مملکت و منحیث صدر اعظم در خدمتش قرار میگیره همی امکانات بزرگ خداداد را پشت پای میزنه ولی حالا دست به گدایی زده و از طالبا شکایت میکنه همی طالبایی که از نگاه سن سال اگر ما محاسبه بکنیم در حد نواسه های آقای حکمتیار به شمار میرن یعنی زمانی که امی آقای گل بودین حکمتیار دست به مبارزه زد و به نام حزب اسلامی مبارزه را آغاز کرد حتی پدران طالبا هم تولد نشده بودند ولی زمانی که خدا یک انسان را ذلیل می سازه که طبعا خداوند عداوت و کدام دشمنی خاصی بدون دلیل و بدون علت با اشخاص و با انسانهای ضعیف نداره بلکه ای اعمال خود ماست که یا ما را عزیز می سازه یا ما را زلیل می سازه انسانهایی که بخاطر بدست آوردن مادیات خاطر شهرت خاطر ریا اینها عبادت میکنن و یا جهاد میکنن نتیجهش همین گناه زلتی است که امروز ما شما در وجود آقای گلبودین حکمتیار بینیم خب پس از این تبصره ما یکی از دوستا که یکی از دوستای آزرده خاطر حزب اسلامی از کابل به ما زنگ زد و گفت که ای برنامه خودت بسیار زیاد اکثر و صدار در, در درون حزب اسلامی ایجاد کرده و برادران حزب از آقای گلبودین حکمتیار خواهش کردن که به هر نحوی باید پاسخ ای شخص را شما باید بیتین که یادم نو پیدا شده و به زد عزب اسلامی بسیار عرفای عجیب و غریبی زده که حتی باعث دلسردی اکثر اعضای عزب اسلامی شده چون گپای ما اکثرا متوجه امی افراد سال و پیر عزب اسلامی بود که شما چیگونه مردمی هستین شما چه قسم مردم های بی هستین هر کدام شما استیقاق از را داشتین که اگر رهبر شما از سر خرد و عقل کار میگرفت، حکومت را پشت پای نمی زد. امروز هر کدام شما در جایگاه های بسیار بالاتری قرار می داشتین و شاید هم که امروز چیزی به نام طالبایی وجود نمی داشت ولی امروز متاسفانه که هر کسی با دیدن حالت زار شما دلش می سوزه. که تمام زحمات شما را آقای حکمتیار برباد داد و امروز نواسه هایتان شما را بالای زنبیل گرفته کش 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 کرده شما را داخل مسجد این شخص میارن که تا سخنان بی سر و ته یا شما بشنوین که باز چی میگه و چی میخواه تمام حکومت خود چیزی که شما میخواستین خداوند برای شما داد و همی آدم گرفت هم بگیشه پشت پای زد بنابرای خودخواهی و تکبری که داشت ولی حالا باز شروع کرده که والا ده حکومت اسلامی تکلاری بعد در جمعه آینده زمانی که آقای گلبودین حکمتیار آمد بر سر منبر و بر رد سخنهای ما پرداخت حرفای ایشان این چونین بود رونو خویندو منافق دی ازت و زلت پر خپل منافقانه میارون و ملاکونه لاره. او دماغ علمه خی قضاوت کهیدی چا دی عزت و سپکاوی پرده بلوم یې یارون ولهم منافقانه یې یارونه هغه سوق دې زت خاوند غني چې شتمنه او زواکمند شتمنې لاس کده او اقتدار لاس کده همداده غلپاره معیار ده زم دې لمخه قزاوت کیږي سوق عزيز دی او سوق هم سپکو زال ظاہر ته ګور نه باتند دا ایسو خاندونی اقای گلبودین حکمت یار اولین کار کې کارتې بود کې برچسب منافق را بر پیشانی ما زد و میگه که این شخص منافق در حالی که توانایی دیدن حقایق را که در باطن چی میگذره نداره ظاهر موضوع را میبینه و قضاوت میکنه و درباره عزت و ذلت گپ میزنه از باطن گپ خبر نداره حالا که از این حرفای آقای گلبودین حکمتیار یک سال گذشته و ما و شما شاهد بسیار تحولات و تغییرات زیادی در بدنه حزب اسلامی و حتی در زندگی شخصی و خانوادگی آقای حکمتیار بوده ایم و هستیم ما یک بار دیگر میخواهم از آقای حکمتیار بپرسم که امو باطنی که شما زیاد روی از او تأکید میکردین که میگفتین این شخص بر حسب ظاهر قضاوت میکنه و از باطن گپ خبر نداره امو باطن شما چی است ؟ اخراج یک رهبر سیاسی از اقامتگاهش الحمدلله و کفا <سلام> گل بودین حکمتیار در حاکمیت طالبان بار و بستر بردوش باید برای خود خانه جدید پیدا کند لطفا اما موضوعی که واقعاً در باطن وجود داره اما باطن هر زودتر بکشین بیرون بکشین که ما بفهمیم که چی جریان داره اما چیزی که ما به ظاهر میبینیم و شما ما را ظاهر بین خطاب میکنین و میگین که از باطن موضوع خبر نداره لطفاً اما باطن بکشین در باطن شما چی است و در باطن دیگه چی مانده؟ اما ما فکر کنم که هر که در دیگ بود در کاسه برآمد به فرمان عبدالحکیم شرعی وزیر عدلی طالبان در روز رمضان یک شنبه نیروهای طالبان به سمت خانه حکمت حکمتیار رفتن تا او را از خانه بیرون کنند خانه‌ای که به گفته طالبان متعلق به وزارت دفاع است این کنش اخیر امارات اسلامی برای که و این مفهوم معناست است که ایشان می اثر از رهبر حزب اسلامی افغانستان تنگ بکنند و از فعالیت ایشان محدود بسازند یگانه چیزی که از باطن شما از بطنتان برآمد نواسیتون بود ببینید که امروز چقدر حرف و حدیث هایی درباره جنایات نابخشودنی زمان گذشته شما زیاد شده چی رازهای افشا میشه ای معمر القذافی ای از کجا برای شما پول میفرستاده بوده این قدر پول ها را شما چی کردین این خانه ها و قصرهای های شما در اسلام آباد و در پاکستان اینها شما پول از این از کجا کردین و این تجارت هایی که در کشورهای مختلف شما برا انداختین اینها از کجا شد و این قدر منازعاتی که در بین دامادهای شما فعلا برا افتاده بر سر تقسیم جایداد و میراث بین آقای بهیر و بین آقای اماین و جریر اینها را پاسخ بگوین اینی موضوعاتی است که به نظر ما از باطن شما هر روز بیرون برآمده روان است درز میکنه و بر مطبوعات میبرایه و مردم متوجه میشن ما امیدوار هستم جناب آقای حکمتیار که اگر در برنامه های آینده شما بتانین اجازه و صلاحیت حرف زدن و اجازه ملکیت زبان و دهان خود را از طالبا به دست بیارین باز او وقت به پاسخ امی چند سوال ما بپردازین که لطفا امو باطن دیگی که تا فیلن نامکشوف باقی مانده مکتوم باقی مانده و مخفی باقی مانده امو باطن شما در کجا است؟ امو باطن را لطفا به با ما هم نشان بیتین تا ما امو را بفهمیم که در او باطن شما دیگه چی رازهای دیگری وجود داره دم دیل قضاوت که چی؟ سوک عزیز ده یا سوک هم سپک ظاهر تا گوری نباتند. ما امیدوار هستم که اگر شما در آینده ها بتانین به خیر خوبی صلاحیت و اجازه دهان و زبانتان را از طالبا دوباره به دست بیارین باز او وقت بیایین به خیر به پاسخ امی سوال ها بپردازین تا ما هم آگاه شویم. اما اگر شما به پاسخ ای سوال ها نپرداختین طبعا که ما میفهمیم که شما معذور هستین در حالت مجبوریت به سر میبرین و انوز هم ملکیت زبانتان را و دهانتان را به دست ناوردین معذور هستین و ما شما را هم معذور میپنداریم و انسان معذور معاف است و من الله التوفیق